عزیزی در حمایت از این جریان و در پاسخ به خواسته فعالین در داخل که بخش کار خودشون رو انجام دادن، ولی مدیریت و هدایت و رهبری بیشتر این سازمان ها رو نیازمندش هستن و این چند صدایی واسطه این رابطه از بین بره، قطعا واسه یک جای مکانیزم هماهنگی مرکب بگیریش. منطقه از تو چی میتونه این مکانیزم هماهنگی در بیاد؟ آیا الزاماً همین گروه های شناخته شده سیاسی موجود که تمام این سال ها هستن؟ یا ضرب الاجل در موقعیتی قرارشون میده که اگه اکنون غفلتی بکنن در پاسخ و راه حل صحیح ارائه دادن، جامعه از اینها گذر خواهد کرد که اگه شما نمی کنید خب بکشید کنار بذارید نیروهای دیگری که میتونن پاسخ بشن بیان. ولی این نیروها نمیتونن بغیر از خود مردم برآمده باشن اگه بخوایم بگیم یک مبنای مشروعیت قرار داشته باشن. ضمن اینکه از سوی دیگر اگه از دید دیگر مثلا به من نگاه میکنید و به من اعتماد میکنید، من از روز اول گفتم آقا اتحاد فرمایشی نیست. افراد پس بخوان با هم کار بکنن، سازمان ها باید بخوان با هم کار بکنن، ولی اوپن اندد هم نمیتونه باشه. پس چه کار بکنیم؟ سبک عمل من این بوده که به خاطر این اعتمادی که نسبت به من دارید یا به خاطر این پلتفرم خاصی که به من میدید، موضوعی نیست که پروژکتور رو خودم بگذارم، بلکه پروژکتور رو برگردونم رو هر چیزی، اینیشیتیوی، کاری، حرکتی که مفید هست برای مملکت، سازنده هست، در جهت این همسویی هستش، دیفایسیو نیست، یونیفایینگ هست و ات دی اند اف دی دی به قول امریکایی‌ها کار تحلیلی است. مثلا اگر تا به حال نمونه میارم، خب خیلی از فعالین حقوق بشر خب همیشه سعی کردن که بگن چرا توجه به نقض حقوق بشر در ایران نمیشه. خب اکنون بالاخره دیدیم که سازمان ملل اون کمیسیون رسیدگی رو شروع کرده. خب الان خیلی چیزها رو میشه ریدایرکت کرد که بیان اونها رو تحلیل بکنه. اون بخش ایران رپورتر به سازمان ملل رو سطحش رو گسترش بدیم، دیتا و اینفورمیشن بیشتر در اختیارش بذاریم و این نوع کارها، یا فرض کنید در ارتباط با پارلمان اروپا. حالا من تو تونتون دارم میگم چون نمونه های زیاد ایشون اینو فقط به عنوان کانسپت میگم که خیلی از این اقدامات که بسیاری از شما در حد و توان خودتون کردید امروز میتونه در لین خودش اثرگذار باشه. اینجاست که فراتر از اقدامات خاص با استفاده صحیح از سوشال میدیا و تمام اینفلوئنسرها که همدیگر رو میتونن پیدا کنن و شناسایی بکنن، ما بتونیم همینطور حلقه های گسترده تری پیدا بکنیم که none of you operate in isolation or individual. خب این نیازمند شناسایی کلکتیو دیگه و اینجاست که به جایی که بخوایم به عنوان رقابت نگاه بکنیم بهش، به عنوان complementing each other به قضیه نگاه بکنیم که صدامون چند برابر بیشتر بشه. یه نمونه دیگه که میخواستم بیارم، چون اشاره شد به این که خب ما چگونه میتونیم بیشتر اثرگذار باشیم در تصمیم گیری دولت ها در خواست مردم ایران، خب یک صدایی کامیونیتی ما هستش که بخصوص در خارج از کشور. یه نمونهش کانادا. تاثیرگذاری حرکت هایی که اخیرا در تظاهرات و حمایت هایی که از زمانی که اون اتفاق واقعاً دلخراش در ایران افتاد و اصلا از اونجا شروع شد زن زندگی آزادی و رسیدی به یه جایی که دیگه آقای ترودو مجبور شد یه سری اقدامات رو به دست بگیره، این در نتیجه فشار لابی کامیونیتی امریکا در اون امریکا. میخوام برسم به امریکا. من نزدیک 40 سال تو امریکا زندگی میکنم. هیچ وقتی مملکت رو از نظر سیاست درونیش اینقدر دیوایدر در ایران بودم که میبینم. حال چرا این رو میخوام پیش بکشم؟ بخاطر اینکه وقتی که مثلا مسئله اسرائیل پیش میاد، شما کلیمی باشید چه امریکایی یا از هر کشوری، وقتی موضوع اسرائیل مطرح میشه چه دموکرات باشید چه ریپابلیکن، میچسبون به این آقا let's have one voice vis-a-vis we ought to do the same راجع به اینا. مبادا بیفتیم تو این تلهی که اگر یا دموکرات و ریپابلیکن در این بازی درونی اینا در این مورد ایرونی ها تقسیم بشن تا اینکه بیان بایپارتیزن سپورت برای مردم ایران رو خواسته مشترک هر ایرونی که در امریکا زندگی میکنه بکنه. right? Right. Yeah,
خب اینو واسه آگاهی رسانی کرد. حالا اینفلوئنسرها اون که در سوشال میدیا یا کسانی که اصلا در کار رسانه‌ای هستن، این رو واسه امروز بگم که بهترین راهی که ما به خاطر یک صدایمون وادار بکنیم که either side of the aisle تو کانگرس بیان و در ارتباط خاص جامعه ایران پالیسی یا اقداماتی رو مطرح بکنن در حمایت، بلکه حتی به مرحله اکزیکیتیو برانچ برسه، این رو مجبور شن در قالب سیاست خارجیشون بیارن، که ما خوشحال بشیم که تونستیم از بحث JCPOA 2.0 در بیاریم و بریم به سمت maximum support و فقط limited نباشه به maximum pressure، چون بالاخره هر روز مردم دارن بهاشو میپردازن. We all understand the reason for external pressure, but the maximum support کجا نیست. But you guys are not unified. Now we are. Next. Where are you going? What's the alternative? We have a process. Next. ما در درون خودمون باستی اینا رو بهتر بیشتر صحبتش رو بکنیم، درکش بکنیم و برسیمش به یه مرحله که implementable project. و همیشه هم باور این رو داشتم که آدم هرچقدر پروژه های کوچکتری رو شروع کنه و یه نتیجه مثبت بده از success story که میشه تقلید کرد، بهتره تا over promise بکنید و under deliver بکنید. به اصطلاحش هم داریم تو گت فارسی سنگ بزرگ علامت نظر داره. بنابراین خیلی باسی از این لحاظ هوشمندانه به مسئله برخورد. حال اهمیت نقطه‌ای هم اشاره شد به داوطلبانی که میتونن خب خیلی فراتر از این که فقط در خارج کاری بکنن کمک رسانی بکنن. خب مقدار زیادی دوستان نهادهایی که در حال تشکیل هستن یا تشکیل شده ان به عنوان فاندهای مختلف که بتونن جمع‌آوری مالی بکنن، مسئله افق رو بشه حل کرد تا حدی، رسوندن این امکانات به داخل مملکت، نتورک هایی که میتونن در تقسیم کمک های مالی مؤثر باشن. مسلماً اگر برای کسانی که علاقه من هستن از اون از کمک بکنن، تنها چیزی که میتونم بگم این استش که تماس بگیرید با این نهادها، بهشون بگید که کسانی هستن که حاضرن داوطلبانه اونجایی که فیزیکال اسمگلینگ رو پول لازم باشه این کارو بکنن، که بدونن یه نیروی انسانی هم میتونه در کار باشه، تا اینکه فقط مسئله الکترونیک ترانسفر از یه بانک به یه بانک دیگه باشه و اینجور کار. اینو دیگه من میسپارم در دیتیلش رو به کسانی که از این آذربایجان من هستن. توصیه من هستش که با خود این نهادهایی که با تنامل ازش آگاه خواهی شد بتونیم به اونها این کار رو انجام بدید، حالا چه در امریکا، چه در اروپا یا در هر جایی که دارن تشکیل میشن. سوال بود که ائتلاف رو با کی و چی؟ فکر کنم تا حدی این رو من پاسخ دادم و معیار تشخیص و اندازه‌گیری از دید تاثیرگذاری و مشروعیت واقعا همینه که الان میگم، تا چه حدی تاثیرگذار هستن در فرایندی که در داخل ایران میگذره. مثلا شما اگر بگید که اگر این اقدامات در خارج از مملکت حمایت بسیاری از نهادهای کلیدی جامعه سیاسی، دانشگاهی، نمیدونم دانشجویی، کانون وکلا یا نویسندگان، زندانیان سیاسی، چهره های معروف کنونی رو داشته باشه، خب قطعا این افراد میتونن این ادعا رو بکنن که صدای همیهنانشون هستن و یه مشروعیتی دارن. و اگر این وجود نداشته باشه و مقدار کدوم ادعا میخوان بگن که ما اله هستیم یا بله هستیم. پس یه مقداری ارتباط مستقیم به اون اعتمادیست و در اصل اعتباریست یا مشروعیتیست که به آنها میدید. مفهوم کلاسیک ائتلاف در بحث سیاسیش یه معنای خاصی داره. افراد با هم ائتلاف نمیکنن. افراد میتونن با هم یک گروه همصدایی ایجاد بکنن. احزاب هستن که به منظور اجرای یک طرح مشترک با هم کارشون یکی میکنن، برای اونجا که اکثریت صادر رو نمیتونن به دست بیارن و خب اینجا
ولی شد خوب. و چون استفاده غلط از واژه ائتلاف یک انتظار بی جایی رو ایجاد میکنه، ما باستی درک این که اصلا منظور چیه از این که الان این هشتگ ائتلاف اینقدر جا افتاده چیه؟ من این مقدارم بازی های جمهوری اسلامی در این نظره میبینم باستی، برای که یه چیز رو میخوان جا بندازم که از دید غلطش نشده نیست، که اگه نشد بگن این دیده میشه و باز بگن که خب اپوزیسیون نمیده، حواستون به اینم باشه در زن بسطی بیم. اما اولا صحبت چی رو میکنیم؟ بعضی از تشکلات داخل ایران هستن، بعضی تشکلات خارج از ایران هستن. یکی از دوستان به این مسئله به درست اشاره کرد که ارتباط بین دو طرف و مدام باید باشه. اگر ارتباطات رو ما بتونیم امروز راحت‌تر بکنیم یا گسترده‌تر بکنیم، اگر بخش ارتباطات اینترنتی رو بتونیم حل بکنیم که روش داره کار میشه، خب قطعاً خیلی وسیع‌تر و بهتر میشه ارتباط دو طرف داشته باشه. اینا کمک خواهد کرد به وجود اومدن این زمینه همکاری. تعریف منم در این ائتلاف این هستش که هر سازمانی، هر جریانی با هر ادعایی اینو قبول داشته باشیم که زمان برای رقابت در آینده سیاسی کشور خواهد. الان اکنون بلکه زمان رقابت نیست و هر کدوم از این جریان یا مدعیان سیاسی این رو درک نکنن، یعنی تو باق نیستم خیلی ساده بگیم. منطقه اینو کی میتونه بشونه؟ من البته میتونم بشونه، مگه نگفتم چه سالی گفتم؟ ولی کجاست که عوض شد؟ کجاست که الان یک فاکتوریست که تا به حال نداشتی؟ آن چیزی که یا ایکس و ایگرگ بیاد بهش بگه که از چه میدونم سنندج تا کجا بود شعارش رو درست الان واژه هاش یادم نیست، ما همه متحدین، فکر نکنید که کشور ما رو میتونید تیکه پاره بکنید، یا تجزیه طلبان فاکتور جدی نیستن، باز دوباره کردیتش رو به همین مردم باز کنید. پس بنابراین راه و هدف مشخصه، لوازم کار رو باز البته پیدا کرد، تهیه کرد، تقویت کرد. و این دوستان هم یک کار جمعی است و در آن واحد تقسیم کار، در آن واحد تقسیم کار. و آنچه که من دارم انجام میدم در این مرحله و ادامه خواهم داد در همین راه، در این زمینه و هماهنگ شدن صدای تمام اینفلوئنسرهای موجود، از علی کریمی بگیرید تا نازنین بریدی بگیرید تا مسیح علی‌نژاد بگیرید تا whoever is out there که در بین خودشون کارو پشت هم می‌کنن، خوبم دارن انجام میدن. اینه که این همصدایی رو لااقل بین همدیگه داشته باشیم که به نظر من داریم، منتها خب you are looking for that follow up به اونجا هم خواهیم رسید. ولی فراتر از اون ماها کارمون تشکیلات ایجاد کردن یا فراهم کردن یا رهبری و تشکلها نیست، حامی و مشبق این تشکیلات و رهبری درستشون البته که خواهیم. پس بنابراین چنل کردن این انتظار بیشتر بایستی در رابطه به همین تشکل ها بیشتر برده در این مرحله. ببینیم از دوال خارج نیست. Either they get the message or they do. برای که یه ذریب زمانی اگه بخواهیم روش بذاریم it cannot take forever. تا همین یکی دو ماه را آینده بایستی این تحکیل کنشم شد. البته من مطلع هستم که خب خیلی دیالوگ رو بار بوده تلاش ها شده که ببینن چی بوده میتونن به این کار برسن. ولی از نظر زمانی رسیدیم به یه مرحله کریتیکال که بالاخره you have to address the key question که الان جامعه میخواد و اگه در این مورد غفلت بکنید you have plenty of time to think about it. There's no excuse anymore. بنابراین هر کار. سلام، من پریسا فرهادی هستم، 21 ساله که در میدیا هستم. خیلی خوش آمدید به لس آنجلس. افتخار آشنایی با شما سال هاست که دارم. یادمه که چند سال پیش شما به خود من گفتید که اگر میخوایی آگاهی رسانی کنی برو و مستند درست کن، نشین خبر بدون، برو و با فکت مستند درست کن. و بعد از اون دیدیم که خب تلویزیون مراتو و ایران اینترنشنال این کاری کردن و واقعا موفق بودن. به نظر شما نقش رسانه ها الان چه هست؟ چون من خبرنگار و یک تلویزیون کار میکنم، به هر حال یک سری محدودیت ها برای ما ایجاد میکنن که
البته خب من کار خودم میکنم معمولا، ولی مثلا پتیشن امضا کردن که ما حق اینو نداریم، ولی خب من خودم نه جمهوری اسلامی رو خانم پهلوان رو کردن و من امضا کردم. اما الان تو موقعیت شرایط الان نظر شما چیه؟ رسانه‌ها چقدر میتونن مؤثر باشن؟ البته اینم بگم، من به نظر من الان سوشال میدیا واقعا حرف اول میزنه و میدیا به سوشال میدیا باخته. اما با توجه به اینکه اینترنت رو قطع میکنن در ایران، مردم خب این خبرها رو بیشتر از طریق تلویزیون میبینن. دوست داشتم که نظر شما بدید. والا راستش اگه از من بپرسید، نسل کلونی واقعا یک نسل از هر نسل دیگری قبل از خودشون متفاوت‌تره و اولین چیزی که فکر کنم رسانه ها میتونن کمکی باشن در درک خاص نسلی که حتی ادبیاتش متفاوته از ادبیات نسل خودم، چه برسه به نسل پدر و مادرانمون، و بروز شدن نسبت به این خواست رو ادبیات اولین قدمه در این که این دیسکونکت دوباره ریکونکت بکنه. و ما اگه بخوایم مکسیموم نیروها رو در خدمت این نسل قرار بدیم، قبل از هر چیز حرفش رو بدم. و من نمیخوام قضاوت بکنم که آیا رسانه هایی هستن که بیشتر میفهمن یا کمتر میفهمن، فقط به عنوان یک سوال کریتیکال میام میگم که با درک نکردن خواستشون و ادبیاتشون از قافله عقب مونیم و باز به روز بشیم نسبت به خواست این نسل و پروژه که میخواد بره، چون آینده دست اینا خواهد. و تقویتشون نسبت به خواستهاشون یه امر بسیار کلیدی است و ترجمه این خواسته رو فکر کنم رسانه ها اولین خط مقدم این اطلاع رسانی هستن به بقیه کسانی که دنبال میکنن. روی نقطه هم میگم و تفاوت رسانه های ارگنایز با سوشال میدیایی که خب اینی با دیکودی در اون سلف ایمیجی و برادکست رو، ولی رسانه ارگنایز اگه صحبت میکنیم از ازای ایدیتوریال کانتنت و انالیسیس و چه چیزی رو واقعا مطرح است و اینا و تشخیص اون چیزی که موضوعیت داره با چیزی که نداره، اون خیلی مهم، یعنی فقط اطلاع رسانی نیست، یعنی در اون دیرکشن خاص جامعه پیش رفتن هستش. و تفاوت بین کلاسیک میدیا از اپوست و میدیایی که در راستای کاری که به هر حال نمایتن به جنبه سیاسی داره، در اون قالب بتونن مؤثر تر پیش بره، چون اونم یه نوع ریلیدنس میدیاتیک رو برمی‌سازه. مردم داخل نسبت به بعضی رسانه ها که عکس عمل منفی دارن، به خاطر اینکه فکر کنم رسانه ها اصلا حرف اصلیشون رو کاورج نمیدن، خودشون میرن یه موضوعی رو موضوع میکنن که اصلا موضوع اونها نیست. به طور مثال I'm going to ask if everyone could keep their comments and questions for 30 seconds, and if you have a question in English, Shahzada, if you could respond in English, that would be great. Thank you. So I'm going to finish on this side, and we'll go row by row to see. So I'm going to ask in English. Mike Casaroni here. I've been politically active for 20-some years and been mostly active on the keyboard now for the last few months. One of my biggest frustrations is that I feel like I'm running out of time in helping. And I think you kind of talked about that. And one of the other frustrations I have is that I feel like the political organizations haven't done enough to actually come together. One of the things that I've noticed over the last 3 months is I've seen a lot of younger people becoming more active that you never saw being active, which is a blessing, and I'm grateful to the Iranian people inside of Iran for having awakened those young masses here, especially in the U.S. You mentioned that you're pushing and working towards getting the social media influencers and others together. Is there something in the works right now that younger individuals who aren't part of any political organization can look towards and say, hey, I can put my efforts here? Because my own frustration is I don't know what else to do outside of what I'm doing on social media and going to protests and you know, hashtagging and signing petitions, but I feel like it's not enough and I am running out of time and the Iranian people are running out of time in having some sort of coalition outside. So if you can provide some information as to where I can go and others like me can go, I think that'd be very useful to us. And thanks for being consistent in your message all these years. We really appreciate that. Shall I answer it? Yeah, and then I'll keep going on. Of course, there's a lot to be said about all this and the
goes way beyond the scope of this meeting, but in general, I think, you know, if we reward good behavior and discourage bad behavior, let me simplify the question. مثلا اگه بحث حاشیه‌ای رو یه دفعه بخوام راه بندازم که باز دوباره موضوع پرچم باشه رو خورشید روش باشه نباشه تا اینجا زندانیان سیاسی که در حال در سرحد اعدام شدن هستن رو شما کار بکنیم redirect the priority و چیزی که موضوعیت داره با چیزی که بحث حاشیه‌ای است عمر مثلا they need to hear from me. If one of those influencers says the right thing, say bravo. اگه کسی خواست نفاق افکنی بکنه، یکی از قیافه من خوشش نمیاد، یکی از قیافه مسیح خوشش نمیاد، یکی از قیافه اونی که خوشش نمیاد، بگه that doesn't fly. Don't attack. Encourage unity. Reward good behavior. Put aside bad behavior. Free speech is free speech. ولی خطکشی هم لازم هست باز. We will not tolerate divisive discourse. That's betraying the sacrifice of people like Mahsa. You agree? Yes. Should we back down to strong? We have to be strong. We have to have the guts to say the right thing at the right time. We still maintain our opinions. I mean, we have to reward the right stuff. That is, maybe empowerment has come. How do we get incentivized? شما اگه مثلا بگم یه مقاله پوینت ایمپکتون برسید و تو این به اصطلاح میخوام بگم the culture of social media, how many likes or retweets you get, that's an indication, right? ما به فرم کلاسیکش این ابزار رو قبلا نداشتیم. یه رو میرم بالای منبر خیلی مزرم میخوام آمین میگم هر دلیوری رو میگفت ولی در مقابل اساس از نو مجرمال ریسپانس پاش میشم میرم پیکارش امروز شما نمیتونید یک حرفی رو جا به جا بزنید و یه ریسپانس نگیرید خب use that power now at your disposal و این زودتر وادار خواهد کرد when you say enough has been done well the tools now exist to keep people in check. We are watching you. We know what you're up to. You cannot hide behind any curtain or just have pretensions on paper. We ask you to deliver. This is our ask. Can you or can you not deliver? Here, we understand it's not easy. You need our help. You need our contribution. You need our support. Fine. But it's a two-way street. Don't take this for granted anymore. Right? That discourse, that dialogue, به نظر من will accelerate the process of به وجود اومدن تشکل. بلکه تا به حال they were operating in some kind of a bubble, to be honest with you. Discourse های internal بود. گروه فلان هر کدوم تو comfort zone خودشون operate میکردن. چه چپ چپ، چه راست راست، چه میانه. همدیگر را نتونستن هیچ وقت درک کنن چون هیچ وقت چالش نشدن که by the way it's not just us agreeing, people demand that. الان دیگه جای به قول فرانسوی ها فوپا با نیستم نیست و the jury is out there. You're now on stage, it's time to perform. هدف من این هستش که اونجایی که جامعه empower میشه از اون پاورش استفاده بکنه برای اون انتظاراتی که داره از کسانی که سری کارا رو بس انجام بدن که از دست یک فرد عادی فراتر میره و خارج میشه حالا میتونه کار تخصصی باشه میتونه کار مدنی باشه میتونه کار سیاسی باشه ولی at the end of the day تمام